چرا رفتی؟ تدبیر جز این بود گفتا که چبان کرد که تقدیر چنین بود. این وسیله در گذشته احمد خان بزرگ خاندان ناکام را اطلاع تمام دوستان و آشنایان میرسد. خدا رحمتش کنه. نیداد بیداد روزگار بیمروت. هر روز تو همین خونه اون مرحوم میگفت و میخندید، اما امروز لحظه شماری میکرد تا نوش رو ببینه. دنیا بی وفاست مادر، چی مونده که احمد خان بمونه؟ خدا رحمتش کن. روح شاد، هنوز باورم نمیشه عزیز. وقتی تو داره خبر با تلفن شنیدم یه مدت مات و مبهوت بودم. با آقا جون قرار گذاشته بودن ما هاینده برن مشهد. آمیرزا حالا چیکار کنیم؟ به اون چجوری بگیم؟ چجوری نداره، میریم میگیم احمد خان فوت کرده. به همین راحتی فوت کرد دیگه. فکر قلب آقا جون نیستی؟ فکر نمی کنی اگه بشنوه خدایی نکرده زبونم لال سکته می کنه؟ آی آی رفیق 40 ساله بودن، دو جس بودن تو یه رو. خبر بدی رو می خوام با آقا جون بگیم، چطوری بگیم مهمه. حالا کجا هست؟ خب حالا تو سردخونه هستی. آقا جونو میگم. آها، نیم ساعت پیش تو حیاط بود. وقتی میخواستم برم خرید تو اتاقش بود. قرار گذاشته با چند تا از رفقاش که طراح قالی بودن برن درکه جگر بخورن. هرچی دم دستشون میرسه بیتبارانه تو خودم گذاشتم اینجا. تو با اشتباه نمی کنم، خودم گذاشتم اینجا. کجاست؟ داره دیرم میشه. آی جوانی، ای ای ای. شما چرا اینجوری میکنید؟ ما باید اول آقا جون رو از نظر روحی آماده کنیم و سر یه فرصت مناسب بهش بگیم. اول باید یه کاری کنیم که بیرون نیاد، چون ببینه که بیرون بیاد و یه نفر از اهالی محل ببیندش و بهش بگه خب ما ولو میشه دیگه. خدا نکنه زبون تو گاز بگیر. بابا بالاخره وسط وقت تلف کردن، یکی یه کاری بکنه آخه. من میگم که عزیز بالاخره یکی باید بری پیشش بگه. من که نمیتونم، مگه که شما یه کاری بکنید؟ من چشمش بیفته تو چشمم دیگه کنترل رو من دست میدم. من نمیتونم. خب خانم بزرگ، پسر ارشاد خونه هست دیگه، بفرمایید شما. چی؟ آره من آره من
میدونی قاسم جون چی؟ آخه من از آقا جون بخشم باره بابا ببین تلا خانم تو برو بگو من نمیتونم قاسم ای بابا خب بابا بلاخره یکی باید بگه دیگه من میرم چی من میرم بگه بچه بازیه بابا حسن من خودم میرم اول یه کاری میکنم که بیرون نیاد بعدم مقدمات کارو یه جوری میچینم نرم نرمت بهش حالی میکنم قاسم جون فکر خوبی آره تو برو ببین اگه رفتی تو نترسی ها و اگه خراب کردی من خودم یه جوری راست درستش میکنم دیگه بالاخره قاسم آقا تو رو خدا یهو بهش نگی یواشم آروم بهش خواهش چشم خانم قاسم آقا یه وقت دست گل به آب ندی باشه خانم معلم قاسم تو دیگه چی میگی؟ هیچی خدا به امرات میگم برام دعا کنید سلام آمیرزا آمیرزا با این شلوار میخوای بری بیرون؟ مگه چشه؟ ای داد بیداد مگه من مردم؟ مگه قاسمت مرده که شما با این شلوار اتو نکرد و چروکیده میخوای بری بیرون؟ من بمیرم نمیذارم چی شده که قم من بمیرم من بمیرم میکنی؟ آمیرزا با این شلوار not going بیرون ببی قاسم من اولا میدونی که حالم خوش نیست من عجله دارم بخوام برم دیرم میشه آمیرزا آخه توبا خانم اگه بفهمه که من گذاشتم شما با این شلوار اتو نکرده و چروکیده داری میری بیرون من از خونه میندازه بیرون یعنی چه؟ تازه بچه های محل بچه های من آبرومو میبرن میگم پدر خانومت با شلوار اتو نشده اومده بیرون اون وقت من از بچه محلی خط میزنم یعنی چه؟ من نمیخوام من داماد نیاوردم تو خونم من بلای جون آوردم تو خونه دور از جون آمیرزا دور از جون ببین آها من الان این شلوار رو یه اتوی مشتی بزنم حال کنی توبا کجاست توبا خانوم رفته بیرون خرید من الان صداشو شنیدم توبا داره به منوچهر قصه میگه لا یکی بیاد من از دست این نجات بده تو با تو آمیرزا مشکل چیه؟ مشکل من؟ مشکل من؟ آره مزاحمت تو مزاحمت تو ای بابا آمیرزا من میگم که هر چیزی یه دوره ای داره ببین مثل اون سماور نفتی خب مال قدیم بوده الان دورش گذشته مثل این اتو الان اتوی برقی اومده اونم با بخار من دوست دارم تو همین سماور نفتیه چایی بخورم با همون اتو قدیمی هم لباسام اتو بزنم آخه آمیرزا مگه الان میشه پریز سوار درشکه شد رفت تجریش نه میشه خب نمیشه دیگه قاسم اون شلوار منه بده نمیخوام اتو بزنی آمیرزا چقدر عجله میکنی آخه کار دارم باید برم وقتمو تلف نکن لا اله الا الله آخه میدونید آمیرزا ببینید ماشین یه زمان مدل 50 بعد یه مدل بالاتر میاد این ماشین مدل 50 از رده خارج میشه برای چی؟ برای اینکه مدل قدیمیه اینه که اینو آدم الان ماشین های مدل بالا اومده
یه دکمه میزنی، دکمه بغلو میزنی، شیشه آنی میره بالا. گازشو میگیری، آخ نمیگه. هر چی بگی من اوتو عوض بکن نیستم. ماشین چی؟ ماشین چه بخوای چه نخوای، چون از رده خارج میشه بعد عوض کنی دیگه. ببین ماشین قدیمی رو دو قدم که میره به ترتر میفته، میسته. خب چیکار میکنی؟ میای زور میزنی، لوازم یدکیشو عوض میکنی، بازم دو قدم میره به پت پت میفته، بازم میسته. خب ماشین اینو آدم میمونه. آدمم. خب آمیرزا حالا فهمیدم منظور چیه، پس بگو. جدی میگی؟ یعنی فهمیدی؟ بله فهمیدم. بگو من بمیرم، یعنی اصلا ناراحت نشدی؟ چرا ناراحت بشم؟ البته این رسم روزگار آمیرزا، ولی من میدونستم، من میدونستم که شما اینهو کوه توچال مقاومی. تو باید اصل قضیه رو رک و راست میگفتی، دیگه این شاخ اون شاخ پریدره چیه؟ شرمندم، ناچار بودم آمیرزا. ماشین خریدن مقدمه چینی نداره. تو میخوای ماشین بخری بگو پول نداره. ماشین؟ ماشین؟ چقدر کم داری؟ نه من چیزی کم ندارم آمیرزا. رو درواسی میکنی؟ آخه چیزه من سب کن بینم بو میار، بو سوختگی. یکی از خانوما به نظرم غذاش سوخت، اما بو خیلی نزدیکه. بوی چه غذاییه؟ خیلی هم نزدیکه. ای داد بیداد سوخت. خدا بگم چی کارت نکنه، همش باعث درد سری. باره بیرون، باره بیرون. شلوارشو سوزوندم. شلوارشو چرا؟ خوب شد دیگه، حالا دیگه نمیتونه بره بیرون. خب یه شلوار دیگه میپوشه بهلول خان. راست میگه، دو تا شلوار بیشتر آماده نداره، اونها دیگه کثیف بود، من وقت نکردم بشورم. حالا کدوم شلوارش بود؟ اون شلوار سرمه‌ایه. خدا بگم چی کارت کنه قاسم آقا، همون شلواریه که احمد خان و خدا بیامرز براش دوخته. حالا بفهمی چی کار میکنه. نه گفتم قاسم خرابکاری میکنی، اصلا کار کار خودم. ایه؟ خودم میرم. ببین مادر، یه جوری بهش نگی که ناراحت بشه. عزیز نگران نباش، با زبون خودش حرف میزنم. داداش اصغر، میگم که ترتیب اون یکی شلواره رم تو بده. نیوخ به جای شلوار شیکم همین تنبان نصیبم شد. سلام آقا جون. علیکم سلام. پس این مادرت کجاست که این همه هوا رو میکشم جواب به من نمیده؟ خب حالا میاد آقا جون. مگه چیزی شده؟ چیزی شده؟ اینه که داری ببینیم. بازم بگم کی این بلا رو سر این شلوار رو پیرنه به این بزرگی باید گم شده باشه. عوضش عیبی نداره آقا جون، جونت سلامت. میدونی لباس پیرن عین آدمیزاد میمونه. خب یکی کهنه میشه، یکی میسوزه. عوضش روال دنیا بر اینه که کهنه میره تازه میاد، پیرا میرن. تو هم که داری آسیمون و ریسمون رو به هم میبافی که اینا برای من شلوار بشونیست. خب
خب بله درسته. آخه خودتون این چیزا رو به ما میگفتین، هر چیزی یه عمری داره و یه دوره‌ای داره و بعدش هم تموم میشه و باشه. نمیخواد نصیحتم بکنی، من این چیزا رو خیلی بهتر از تو میدونم. ای پس خودتون بهتر از من میدونید. چیو؟ که دنیا مثل همون میمونه. قبلا که مثل پیرم بود. نه منظورم دیگه خب آدم میره همون دیگه. ولی آقا جون خوشا به حال کسی که سبک بیاد بیرون. من که دیروز رفته بودم همون. لابد امروز هم تا میخوای دوباره منو ببری همون. من آقا جون مثل گفتم. اصلا میدونی آقا جون ما تو حسابداری یه بحثی داریم به نام بحث استهلاک. در این بحث استهلاک یعنی که هر دارایی برای خودش یک عمر مفید داره، بعد که به تدریج که عمر مفیدش تموم میشه خب معلومه دیگه، خب کم کم مستهلک میشه و این خودش یک واقعیته. بله یک واقعیت. بعدش برای همینه که قبلا براش ذخیره استهلاک در نظر میگیرن. بابا جان چی داری میگی؟ تو مطمئنی که حالت خوبه؟ بله آقا جون. حالا ما یعنی منظورم اینه که رسم دنیا به موندن حکمتش برفتن. نه بابا جان، رسم دنیا به رفاقت. اگه رفاقت رو از دنیا بگیری چیزی از دنیا باقی نمیمونه. میمونه رفاقت. آخ گفتی آقا جون. چی شده؟ هیچ بابا جان، نکنه حساب کتابات قاطی شده. من چیزی نیست. چی؟ چرا اومدی اینجا؟ چرا نمیذاری من به کارم برسم؟ آخه چرا بغض کردی؟ هیچی آقا جون. راستش آقا جون میدونی یاد یکی از رفقای قدیمی مفتادم. میدونی من فکر میکنم آقا جون یه رفیق قدیمی ها این او برادر میمونه واسادم. مثلا چطوری بگم، این من و قاسم. من و قاسم که با هم که بودیم که قاسم؟ برو بیرون. برو بیرون. چشم آقا جون. گفتم برو بیرون. چشم آقا جون. بارم سبرو. برو بیرون دیگه. گفتم یه سه گل باق نیست. اسخر چی شد دادم؟ چی کردی؟ اسخر چی شد؟ گفتی داداش؟ نه ولی فکر کنم آماده شده، حسابی پختمش. مگه با شما نیستم خانم؟ اومدم بیا. یا همینجوری میام بیرون. خانم بزرگ من دعاتون میکنم. توبا کجایی تو؟ این داماد تو، این پسرت من بیچاره کردن، دیوانم کردن. من نمیفهمم چه خبره؟ این کارا چه اینا میکنن؟ یکی شلوار منو میسوزونه، یکی آسمون و ریسمون رو با هم میبافه. پس اون یکی شلوار من چی شده؟ همین جا بود؟ میبینی شاد آماده عزیزه چه بلایی سر شلوار نازنین من آورده؟ میدونی این شلوار چقدر برای من عزیزه؟ میدونم چی شده؟ به من نگاه کن. نه میرزا، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. عزیز، عزیز گفتی؟
عزیز جون گریه نکن عزیز جون من نمیتونم بگم قربونم برم داریم میام داریم میام داریم میام توبا تورنج توران اکبر اکبر سلام اکبر 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 چی شده؟ اکبر چی شده؟ چی شده؟ تو بگو تو بگو اکبر تو اصلا عاقل‌تری روک و راست و همه گو چه بلایی سرم آره؟ بلا سر شما هیچی بخواه پس اسخر قاسم توبا برای چی اومده پیش من؟ چی کار داشتن؟ با بگو اینده چه خبره؟ خبر ها فهمیدم خب ببینید آقا جون در دایره ای که آمد و رفتن ماست او را نه نهایت نه بدایت پیداست کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست یعنی چی آخه؟ یعنی بیا بریم داخل اتاق من بهتون میگم چی شده بریم بیا کجا بری؟ تو که بلد نیستی خراب می‌کنی به حضور آقا جون بزرگترین اسطوره مصری ها اوزیریس و ایزیس بوده که فلسفه اون جهان آفرینش رو به قول ما تولدی دوباره داده دلیل به وجود اومدن این اسطوره ها وجود رود عظیم نیل بوده مصریان باستان که خشک شدن نیلو داخل تابستون و پر آبیش داخل بهار میدیدن همینطور به رویش گیاه ها که توجه میکردند اسطوره های ایزیس و اوزیریس رو به وجود آورد. چی میگن قاسم؟ نمیدونم قاسم ببین خیلی خوب سرعی بگیر این حرفایی که تو میزنی یعنی چی؟ یعنی اینکه سرمنشأ تمام اسطوره ها یک چیزه مثل زئوس تو یونان یا گیلگمش داخل بابل یا اودیپوس و سرنوشتش یا رستم و سهراب خودمون رستم و سهراب؟ ببین آقا جون آشیل همون اسفندیار خودمونه هر دو روحیتن بودن منشأن یکیان یا شیرین و فرهاد ادبیات ما و رمو و جولیت ادبیات انگلستان که منشأن یکیان من نمیفهم تو داری چی میگی مثل که من حرفای قاسمو بهتر میفهمیدم ببین آقا جون دوباره برمیگردیم سر اوزیریس و ایزیس اوزیریس و ایزیس آقا جون خیلی مهمه خیلی درباره زندگی بحث میکنه زندگی؟ چی میخوای بگی تو؟ ببینین آقا جون در چین هنرمندی بوده به نام وو افکار لاوت و چوانگتسه رو شکل و رنگی تازه داده و همین داری بهشون گفتن وو تو عطسه به اون استاد وو هم گفته میشده اون یه چیزی حدود 300 تصویر در مورد راز و رمزهای مرگ و زندگی نوشته و نقاشی کرده درباره مرگ اون میگن وقتی وو به حد کافی عمر کرد آقا جون دقت کنی میگن وقتی وو به حد کافی عمر کرد وارد غاری شد داخل غار ببین آقا جون ببین پسرم ببین تو مطمئنی که حالت خوبه؟ بله مطمئنی؟ بله آقا جون حالم خوبه تمام ادبیات و اسطوره‌های دنیا یک جوری از طبیعت مایه گرفتن آقا جون مثل رویش گیاه ها مثل تغییر فصول و انسان این تغییر رو قبول کرده چی میگم؟ معلوم نیست داخل ریگ‌ودا نوشته که در آن هنگام که نه نیستی بود و نه هستی در آن هنگام هوا و آسمانی نبود نه جاودانگی و نه مرگ هیچ کدام نبود در آن ازل تاریکی از تاریکی مسدود شده بود و میل در آن تاریکی به وجود آمد آقا جون خیلی مهم آقا جون
میل در آن تاریکی به وجود آمد. بالاخره چی بخوای بگی بابا جان؟ خدا رو بدادم سرم داره میپره که من نمیفهم بالاخره توی این خونه چه اتفاقی افتاده. آقا جون بذارید دوباره درباره فلسفه آفرینش براتون بگم. فلسفه آفرینش ببینید آقا جون. بس بگو بگو قاسم و اصغر چی میخواستم بگم. چی میخواستم بگم آقا جون؟ میخواستم بگم تو حالت مغشوشه، تو داری دیوونه میشی، عاشق شدی مگه؟ آقا جون اونا در واقع میخواستن بهتون بگن که یعنی درباره مرد میخواستن بهتون مرد؟ مرگ کی؟ مرگ کی؟ برای کسی اتفاقی افتاده؟ برای کسی اتفاقی نیفتاده؟ آقا جون ببینید در سومر معتقد بودن آقا جون. آره پیکار تو هم آره داری میشتم یا داری میشتم یا تو با خانم بله بچه هم کجا هستن؟ بچه هم تو اتاقشون تورنج بله آقا جون. بیا بابا بیا کارت دارم بیا بابا بیا بیا ببینم بابا بیا. تو حالت خوبه؟ چیزی نیست؟ نه آقا جو من سرحالم. پس چرا ناراحتی؟ من ناراحتم؟ نه فقط یه کمی درس دارم، امتحان دارم، هیچی نخوندم، کلافم. کلافه ای توران بله آقا جون. تو هم که اینجایی؟ تو حالت خوبه؟ به مرحمت شما آقا جون. ببینم بابا داری گریه میکنی؟ من؟ نه آقا جون. آمیرزا پیاز پوست کندن اینجوری شده، منم دارم کمکش میکنم. بچه ها کجا هستن؟ بچه ها؟ دو اتاقه آقا جون. من باید بچه ها رو ببینم. سلام بابا دا. سلام بابا جون. سلام شما هره تو خوبه، چیزی تو نیست؟ نه آبازا الحمدالله اما اصغر ریحانه اصغر. بله آقا جون. بله آقا چی شده؟ بچه ها کجا هستن ریحانه؟ بچه ها رفتن بیرون آقا جون. کجا؟ راستش عباس آقا صوفی اومد، بعدش بچه ها بردن رفتن شهربازی. تو داری دروغ میگی؟ آقا جون اصلی به هم گردن، باور کن دروغ هم چیه؟ نکنه بلایی سر بچه هم اومدن، عروس هم. آقا جون به خدا یه چی نشده شما؟ آقا جون به خدا چیزیشون نیست. شما بفرمین چند لحظه تشریف بیارید. ببین آقا جون که زبونم لال، خدایی نکرده حمید و احمد بلایی اومد که ما همگی ناراحت بودیم. اصلا خود داداش بعدش از همه بدتر بود. پس موضوع چیه؟ چرا همتون یه جور دیگه هستین؟ ببین آقا جون ما همگی راستش من فکر میکنم هیچی بهتر از حقیقت نیست. آره ببین آقا جون واقعیت اینه که یه زیر شلواری شما خیلی بده، اگه یکی الان بیاد تو صورت خوشی نداره. آره. شما بفهمین داخل. آره من خودم الان میام همه چیزو براتون توضیح میدم. بیا بابا جون. بفهمین آره شما. بیا. بازم تو خرابکاری کردی؟ منم هم حرفایی زدم که شما زدین در بی فلسفی آفرینش من صحبت کردم. خب اصل قضیه رو میگفتی؟ خب نشد قفضش خوب کدمش. بفرما خانم معلم،
اکبر آقا میگه خوب پختم. شما که اینقدر ما رو نصیحت میکردی برو ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. شما که نصف جونش کردید تو این وضعیت بهش بگیم خدای نکرده بلایی سرش میادا. من خودم درستش میکنم. لابد میخواییم دوباره در مورد زمین شناسی و سنگ و کلوخ صحبت کنید دیگه. نه خیر، از فلسفه اوزیریس و ایزیریس و مصر رو نمیدونم فرعون بله، شما با هم دیگه دعوات نه خانم وجود، من معتقدم که آقا تا گند غذایا در نیومده یه جلسه اضطراری بذاریم خونه ما تکلیف غذایا رو معلوم باشه. خیلی خوبه بفرم. قاسم آقا راست میگه بفرم. بریم برو تا بیافت خراب کاری نکردی. برو خانم معلم. ای بابا آمیرزه هستش؟ چی کارش داری آقا اسرافی؟ یه خبری براش دارم. چه خبری؟ میخوام بهش بگم که سرت سلامت، احمد خان مرد. خودمون میدونیم، خودمونم بهش میگیم، احتیاج به شما نیست. کیو؟ اسرافی، همون که همیشه وظیفه خودش میدونه اولین نفری باشه که خبر مرگ دیگرانو به این اون میده. خیلی خوبه که بهش میگفتی بیاد تو خودش بره آقا جون بگه. چی؟ آقا جون تو اینو ببینه پس میفته. درواز نکنیم. چرا آخه؟ خودم میخوام با آقا جون بگم. اونم هیچ کی نه تو. نه پس شما. ترنج خودت قاطی کار بزرگتر نکن. بذار ما کارمون رو انجام بدیم. خب همتون رفتیم نتونستیم بگیم. بذاری من برم به آقا جون بگم آقا فضا تکون نمیخوره. ببین ترنج. ببین اکبر. تو خودتو قبول داری. خیلی خوب. خاله بابا گفته بیان جلسه رسمیه. خیلی خوب اومد. مرد چور جان دایی بیا برو داخل حیاط درس رو زور جان شما داخل حیاط درس کن باشه؟ آفرین. آره گوش واسدن کار درسته ایستش. مامانه درست گفته. من نمیخواستم گوش واسدم. من بخواستم برم تو با این چیزا. بابا جان احمد و حمیده کجا هستن؟ خوش به حالشون. اونا رفتن شهر بازی. بابا جان تو برو تو. گوش واسدن یا کار خوبی نیست گوش واسدن. تو برو یه گوشه آروم بگی بشین ببین اینا چی میگن بعد یا به من بگو. باشه بابا جان باشه. من تو اتاق منتظرتم. خب برو بابا جان برو. من میگم که بریم سراغ یک از دوستای قدیم آقا جون. آره چون اونا پیره مردن زبون همدیگه رو بهتر میفهمن. اون بیاد بگه. نه اون وقت میگیره. عزیز راست میگه بابا. الان آقا جون تو اتاق منتظر منه. به اندازه کافی هم با این کاری که شما کردی مشکوک شده. من الان خودم میرم آمادش میکنم حقیقتم بهش میگم. همین. شما نمیخواد بری؟ برای چی؟ حتما یه بلای سر آقا جون میاری. من؟ کارو بعد دست کاردون سپرد. این دفعه خودم میرم قال قضیه رو میکنم. شما اون دفعه رفتی چی کار کردی مثلا؟ شما میخوای چی کار بکنی؟ مثلا میخوای در رو چی صحبت بکنی؟ شما چرا اینقدر خودت قبول نمی‌کنی؟ شما زیست خوندی از شلغم هم سر در نمیاری. بابا جان من اصلا خودم میرم. میگم آمیرزا احمد خان فوت کرده و سلام. بابا این چی میگی؟ کجا میخوای؟ بابا دیگه چرا خودت بابا آخه اینجوری که با احمد خان فکر کنیم. بابا جان چی کنم؟ بابا من میگم ببین
خاطر اینکه اون فکر میکنه خیلی حال میشه. تو با یه رایانه هرچ بر دنیا رو تصمیم میکنی. اینو بجون به حق من گوش کن. تو با رایانه به حق نمیکنی. فهمیدی؟ مامان بزرگ، بابا، مامان، بابا بزرگ گفتن ما چی داری میگی؟ کار خودتون رو کردی. لحظه باز کن آقا جو، باز کن لحظه تو اصغر، این از دیوار کندم بگیر زیر بینیش. آقا جو، آقا جو یه نفس عمیق بگیر. خب آقا جو یکی دیگه. حالت خوبه آقا جون؟ آره 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 خوبه. آره آره چی شد؟ چی شد احمد مامور؟ تسلیت میگم آمیرزا، خدا رحمتش کن. دنیا همینه دیگه. یاد احمد خان گرامی بود حاجی. چی؟ احمد خان خدا بیامرز دیگه. یعنی منظور شما یعنی احمد من نمرده؟ عمو احمد آقا جون، احمد خان بهشت، رفیق دوران سربازیتون، همون که منو هی قلم دوش میگرفت. احمد خان مرده. آقا جون خودتون رو کنترل کنید. احمد خان مرده. آمیرزا ما بی تقصیریم. شما که منو کشتی، یکی به داد من برسه. آی حوار، آی دار. آروم باش مرد، حالا چی شده؟ هیچی هیچی، شما مسخره شده رو بردین. من که داشتم خودم بیرفتم خط احمد خان، من که دنبال پیرن مشکی میگشتم، اما این شلوار رو برای سوزون. پس میدونستی؟ آره میدونستم، بهم تلفن کردن گفتن. ما میخواستیم همینو بگیم دیگه. چی نمیخواستین همینو بگیم؟ میخواستین جون منو بگیرین. خب مثل بچه آدم میگفتیم دیگه. من میدونم مرگ حقه، امروز نوبت احمد خانه، خب فردا نوبت من. خدا نکنه آقا جون. آخه چقدر بگم ساده باشین، ساده بگین، ساده زندگی کنین. هر چیزی رو هر قدر بپیچونین پیچیده تر میشه. چقدر بگم، چقدر. بله آقا جون، واقعا ببخشید، ولی باور کنید همش تقصیر این اکبر بود. نذاش من بیام به شما بگم، ولی من زودتر از اینا به شما میگفتم. بله تقصیر من بود، من نذاشم ایشون بیام به شما بگم. خیلی خوب دعوا مروفر بذاریم برای بعد. الان برانشیم بریم پیرم مشکی برای بعد برداریم بیاریم. دو ساعتی که دنبالش میگرد. برانشیم الان دیگه خط تموم میشه. برانشیم آقا جون نگران نباش، من الان میرم شلوارتون میارم.